سلام، با خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. ابراز جمعه 24 ماه جدی سال 1389 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 14 ماه جنوری سال 2011 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. پایان مخالفت طالبان افغان با آموزش دختران در کشور. خواست والی بدخشان به خاطر توجه جدی حکومت به باشندگان این ولایت. و حمله بر دویل کل حزب عوامی نشنل در شهر کراچی پاکستان. مشروع خبرها. طالبان افغان به مخالفتشان به آموزش دختران در افغانستان پایان دادند. وزیر معارف در انجمن آموزش و پرورش در لندن میگوید که طالبان افغان دیگر مخالف با آموزش دختران در افغانستان نیستند. در این حال وزارت معارف از پیشرفت‌ها در این باره سخن می‌زند و می‌گوید که در حال حاضر در حدود 300 مکتب در بخش‌های ناامن کشور باز شدند و زمینه آموزش برای بیش از 200 هزار دانش آموز فراهم شده است. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می‌دهد. در حالی که در رژیم طالبان زنان و دختران اجازه کار و آموزش را نداشتند، اما غلام فاروق وردک وزیر معارف افغانستان در گفتگوی با یوکی تایمز میگوید که طالبان دیگر با آموزش دختران در افغانستان مخالف نیستند. آنچرا که من از سوی مقامهای بلندپایه طالبان شنیده ام، میرساند که آنان بیش از این با آموزش دختران در افغانستان مخالف نیستند. بیاری خداوند گفتگوهای صلح به زودی آغاز می شوند و این گفتگوها با نادیده گرفتن حقوق مدنی و بشری که ما را در فراهم آوری آموزش متوازن برای مردم ما راهنمایی می کند سازش نخواهد کرد. این در حالی است که وزارت معارف می گوید که از دو سال بدین سو وزارت معارف برنامه ای را برای بازگشایی مکتب ها و دسترسی دانش آموزان و آموزش در بخش های ناام و کمک مردم و عالمان دین آغاز کرده است و با این برنامه توانستند در بخش هایی که طالبان نیز حضور دارند مکتب ها را بازگشایی نمایند. امید داریم که با آغاز سال جدید تعلیمی هیچ مکتب ما در ولایت پکتیکا مسدود نخواهد بود. در ولایت غزنی که ما مکاتب مسدود داشتیم دوباره تماما بازگشایی شده و انشالله این سلسله به زابل و اروزگان و قندهار و هلمند هم سرایت میکنه. امی هفته جاری ما 3 مکتب در قندهار بازگشایی کردیم و 12 مکتب در ولایت هلمند بازگشایی کردیم. انشالله این سلسله را جاری میکنه. از سوی هم شماری از آگاهان در این باره دیدگاه های گوناگونی دارند. به صورت که اگر طالبا اجازه داده باشن که طبقه و ناس به مکتب برن و ما فکر میکنم دیگه کدام نقطه اختلافی بیشتر در بین حکومت افغانستان و طالبا دیگه نباید وجود داشته باشن. اگه این موضوع را قبول کنن شاید مواد دیگه قانون اساسی را هم اونا قبول بکنن و در اون صورت است که باز کدام مشکل دیگه بین طالبا و حکومت افغانستان وجود نخواهد داشته باشه. وزارت معارف در حالی از رضایت طالبان برای آموزش دختران در کشور سخن میزند که در حال حاضر در حدود 400 مکتب در کشور بسته هستند و در حدود 200 هزار دانش آموز از آموزش به دور ماندند. والی بدخشان خواهان توجه جدی حکومت به باشندگان این ولایت شده است. در حالی که بیش از 70% باشندگان ولایت بدخشان از فقر و نادانی رنج میبرند، ولی این ولایت وجود راه‌های دشوار گذر و نبود جاده های ارتباطی میان ولسوالی ها و مرکز بدخشان را از انگیزه های اصلی افزایش فقر و ناداری در این ولایت میداند. همکارم شریف امیری در سفرش به ولایت بدخشان در این باره گزارش ویژه تهیه کرده است. بدامه گزارش های ویژه طلوع نیوز از ولایت کابل، این خواستیم گزارش ویژه را از ولایت بدخشان تهیه نماییم و در حال حاضر ما و همکارم در میدان هوایی نظامی ولایت کابل قرار داریم و قرار است لحظات بعد به ولایت بدخشان سفر نماییم. در حال حاضر ما در فیض آباد مرکز ولایت بدخشان قرار داریم و قرار است در این گزارش روی بخش های مختلف به ویژه مشکلات باشندگان این ولایت بپردازیم. اینجا ولسوالی کوف ولایت بدخشان است که به سبب داشتن راه های دشوار گذر از مرکز این ولایت مواد خوراکی به این ولسوالی نمی رسد و از همین رو باشندگان این ولسوالی با فقر دست و گریبان هستند. این بانوی است که 10 کودک دارد
و نان شب و روز و کودکانش را با دشواری پیدا می کند. اوقات نه، چوی سوخت نه، هیچی برنج نداریم، روغه نداریم، ازم نداریم، پفش نداریم، نوغه نداریم. بیش از 70% مردم بدخشان زیر خط فقر زندگی می کند. نبود جاده های ارتباطی و راه های دشوار گذر میان ولسوالی های این ولایت یکی از مشکلات عمده بدخشان به شمار می رود و بشندگان این ولایت روزها را با مرکب، اسب و یا پیاده از یک ولسوالی به ولسوالی دیگر می روند. ما مردم درواز دیگه موتر دیگه نداریم، کدام چیز دیگه نداریم. یعنی مثل بکی ساعت های 4 بجه شب خیستیم از زنگیری تا به نمیجه رسیدیم. در این حال ولی بدخشان می گوید که قرار است به تازگی یک جاده حلقه ای ساخته شود که 8 ولسوالی این ولایت را به مرکز وصل خواهد کرد. ما انشالله ای وعده برشان میتونم که ما سرکای حلقوی دروازه ها را شروع کردیم و با مؤسسات در تماس هستیم. در این حال یکی از مسئولان جاده سازی در این ولایت از پایان کار این جاده تا آخر زمستان سخن میزند. تا ختم زمستان سال جاری در حدود 2.5 کیلومتر سرک تکمیل بکنیم و را به مردم عام وصل بکنیم. روند کنده بازسازی. شماره از باشندگان بدخشان از کارکردهای دولت در بخشهای بازسازی شکایت دارند و میگویند که در این ولایت هیچ توجهی از سوی حکومت صورت نگرفته است. دولت بدخشان و خصوصا این مناطق یکی از مناطق فراموش شده است و چون راه مواصلاتی نداره مؤسسات غیر دولتی در اینجا فعال نیست. به گفته مقامهای ولایت بدخشان با اینکه این ولایت یکی از امن‌ترین ولایت افغانستان به شمار می‌رود، اما آنان از کارکردهای دولت افغانستان در این ولایت شکایت دارند و میگویند که باید دولت افغانستان در بخش‌های بازسازی و نیز زدودن فقر در این ولایت توجه جدی نماید. سید شریف امیری، تلو نیوز، ولایت بدخشان. جزئیات بیشتر این گزارش در خبرهای ساعت 9 تلو نیوز نشر می‌شود. خواست ایران از حکومت افغانستان برای بازداشت تظاهر کنندگان در کابل با واکنش تند آگاهان و باشندگان پایتخت روبرو شده است. به نقل از خبرگزاری ایرنا، سفیر ایران در کابل هشدار داده است که در صورت عدم شناسایی و بازداشت تظاهر کنندگان، تهران در مورد ترانزیت مواد نفتی به افغانستان و نیز در برخی مسائل دیگر تجدید نظر خواهد کرد. اما آگاهان این کار ایران را مخالف قوانین و پیمانهای ترانزیتی جهانی می‌دانند. ولی یاریان گزارش می‌دهد. در روزهای اخیر شماره از باشندگان کابل و نیز برخی از احزاب سیاسی با علت آنچه که ایران تانکرهای نفت افغانستان را در خاکش متوقف ساخته است در برابر سفارت این کشور در کابل دست به تظاهرات زدند. اما بر بنیاد گزارش برخی از رسانه ها سفیر ایران در کابل از حکومت افغانستان خواست است تا این افراد را شناسایی و بازداشت کند و این تظاهرات را برخواسته از انگیزه های غربی می‌داند. خبرگزاری ارنا از زبان فدا حسین مالکی سفیر ایران در کابل نگاشته است که مقام های افغان با ابراز تأسف و با تعهد کردند که مسببین را بازداشت خواهند کرد. در صورت عدم شناسایی و یا بازداشت این افراد احتمال دارد که جمهوری اسلامی ایران نسبت به ترانزیت سوخت و یا هم در برخی از مسائل دیگر تجدید نظر کند. در همین حال مسئول مطبوعاتی سفارت ایران در کابل آنچه که در ارنا از زبان سفیر ایران نگاشته شده است موثق و قابل تایید می داند. در این میان باشندگان کابل با انتقاد سخت از گفته های سفیر ایران این کار ایران را خلاف قانون اساسی افغانستان می دانند. با وجود که می فهمیم که برای ما مشکل خلق می کنه، مشکل ایجاد می کنه، اگر می خواهیم که صدای خود را بکشیم بازمول که خود ما را بندی می کنه، ای عجیب گپ است با خدا. کاملا نگفشان غلط است، چون افغانستان یک مملکت است که وابسته به هیچ کسی نیست. از خود رئیس جمهور داریم. مظاهرات حق مردم و ملت افغانستان است و عمل را که در قبال افغانستان ایران چی کرده باید تقبیه شود. شماره از آگاهان هشدار می دهند که بر بنیاد قانون اساسی افغانستان هیچ کس حق منع تظاهرات را ندارد، چنان که در ماده 36 قانون اساسی افغانستان آمده است. اتباع افغانستان حق دارند برای تامین مقاصد جایز و صلح آمیز بدون حمله سلاح طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند. حق حقی مردم افغانستان رئیس جمهور نی بلکه هیچ نهاد پایمانده نمیتونه، عمل قانونی هستک. ولی امیدوار هستم آن مقدار پولی که جمهوری اسلامی ایران به خاطر مصرف دفاتر ریاست جمهوری میته او را نادیده بگیره و بعد از او عمل کنه. چون در خود ایران دموکراسی آزادی و مظاهره اجازه فکر میکنه افغانستان قلمرو بخش از قلمرو ایران است. دو آن قبل اونا به دولت افغانستان سرمایه گذاری کردن
و چنان نفوذ کرده در دستگاه دولت افغانستان که نه فکر هر نازی ما بذاریم که اینا قبول میکنن. در حالی که سفارت ایران این موضوع را تایید میکند، خواستیم نظر حکومت افغانستان را نیز در این باره داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. بیشتر از یک ماه میشود که نزدیک به 1600 تانکر نفت افغانستان از سوی ایران متوقف شده است، اما به تازگی وزارت خارجه ایران از کابل خواسته است تا مقدار نیازمندیش به مواد نفتی را مشخص کند تا تهران اجازه وارد شدن آن را به افغانستان بدهد. عبدالولی آریان، تلو نیوز، کابل. پلیس جنایی کابل اجازه شلیک بر جنایتکاران و آدم ربایان را به دست آورد. رئیس بررسی های جنایی فرماندهی پلیس کابل می گوید که به پلیس جنایی کابل دستور داده شده است که در صورت فرار ربایندگان و جنایتکاران بر آنان شلیک کنند. به گفته او شماره از همدستان ربایندگان نیز مجازات خواهند شد. شکیلا ابراهیم خیلی گزارش می دهد. در حالی که انتقادهای درباره این که پلیس جنایی کابل در بازداشت جنایتکاران و ربایندگان ناتوان است وجود دارند، اما به تازگی ریاست تحقیقات جرایم جنایی فرماندهی پلیس کابل امر تیراندازی را به پلیس جنایی داده است که بر ربایندگان و دیگر جنایتکاران شلیک کنند. رئیس تحقیقات جرایم جنایی فرماندهی پلیس کابل هرچند از فرد مشخصی نام نمیبرد، اما میگوید که برخی از آدم ربایان ثروتمندان هستند و در کابل مارکت ها و بلند منزل ها دارند. وای می افزاید که تمامی دارایی های این افراد از سوی دولت ضبط خواهد شد. در همین حال شماری از باشندگان پایتخت در این باره دیدگاه های گوناگونی دارند. اگر پلیس به سر وقت بالا از وقت فایر کنه بهتر خواهد بود که تا مخالفین بعدی بترسن و نتونن که نزدیک همچو کارهای شوند. اگر عمل نیک است واقعا کاهش پیدا میکنه. اقدامشان بسیار موثر است به شرط که در مقابل مخالفین دولت استفاده شود و علیه غریب و ناتوان استفاده نشه. مردم با انتقاد از نهادهای مسئول میگویند که این نهادها در بازداشت آدمکشان و ربایندگان برخورد جدی نمیکنند. و این باشندگان افزایش این کار را فرهنگ معافیت از مجازات در کشور می دانند و می گویند که ربایندگان پس از بازداشت با دادن پول و یا شناخت با مقامهای بلندپایه دولتی دوباره رها می گردند. بیش از 740 میلیون افغانی در بیش از 1100 پروژه در ولایت فراه از ریاست انکشاف دهات این ولایت هزینه شده است. رئیس هیابان کشاف دهات ولایت فراه با ابراز این مطلب میگوید که این پروژه ها در 6 ولسوالی این ولایت عملی شدند و کار پروژه های نوسازی و باسازی در 5 ولسوالی دیگر این ولایت نیز به زودی آغاز خواهد شد. نورالله رحمانی گزارش میدهد. رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت فراه میگوید که این پروژه ها شامل اعمار 31 مکتب، بیش از 10,000 چای آب، جغل ریزی صدها کیلومتر جاده روستایی، اعمار دیوار استنادی سیلبر مرکز شهر فراه به ارزش بیش از 800,000 دلار و صدها پل و پلچک در ولسوالی های اناردره، پشت کوه قلیکا، پشت رود، بالا بلوک و همه شهر هستند. در همین حال شماری از باشندگان فراه برنامه های همبستگی ملی را سودمند میدانند. همبستگی ملی همین مکتب مرجول کرده، از خیمه، از خونکی، از سردی، از گرمی ما خلاصیم. پروژه همبستگی ملی خیمه همکاری کرد تا این مکتب مر ترمیم کرد. به کمک همبستگی ملی یک مکتب درست کنیم تا به درستی و بتانیم دستای خود را پیش ببریم. از سوی دیگر برنامه کار در برابر غذا یکی از برنامه های دیگر این ریاست است که در ولایت فراه عملی شده است. اینقدر کاری که ریاست همبستگی ملی با ما کردن، اگر دیگر ریاست ها و دیگر مؤسسه ها هم با ما کمک میکرد، راستی این وطن ما شاد آباد میشد. خیلی هم راضیم، گندم اگه اینا نبود گندم سه برابر میشد، ولی خصوصا خوب گندم خوب هم از. در همین حال رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت فراه میگوید که کارهای انجام شده بسنده نیستند و باید کارهای بیشتر در اشتغال زایی و نابودسازی فقر صورت گیرند. مردم هنوز هم ضرورت بیشتر دارد، با وجودی که به هزارو اگر ما مشخص بگوییم اضافه از 2000 پروژه مختلف ما از طریق برنامه های ملی بازسازی خود ما در ولایت فراه انجام دادیم، طرح کار است و یا کار رسیده، باز هم مردم اضافه تر ضرورت دارد، کفایت نمی کنه.
با گفته رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت فرا، برنامه های همبستگی ملی در ولسوالی های گلستان، بکوا، پرچمن، جووین و شیبکوی قلیکا به بانک جهانی فرستاده شدند و به زودی پروژه های همبستگی ملی در این ولسوالی ها آغاز خواهند شد.